سلام، امیدوارم که خوب باشین. به یه ویدیو دیگه خوش اومدین. امروز از شونه با رویکا داریم و مهمونارم نمیگم سلام بهتون، چون که اول این برنامه میخوام همونجوری که همیشه از شونه میخوریم از شونه رو درست کنیم با هم. چیزایی که احتیاج داریم نون توسته که من دور نون توستا رو بریدم با چاقو، و شیر احتیاج داریم. یک ظرف شیر ریختم، پودر دارچین ریختم، یه دو تا هل انداختم توش، مثلا یه روبینامون که بوی هلرم بگیره به خودش، و من حالا میخوام توش سیروپ بریزم. شما میتونین توش عسل بریزین، شکر بریزین. من میخوام این سیروپ رو بریزم بزنم بهش که شیرینش کنه. بریزم اونجا، هم میزنم همش که بزنیم. خب من اینو قشنگ حلش کردم که اون شیرینی رو به خودش بگیره. بعد چی کار میکنی؟ نون توستا رو میندازیم توی موادمون. من اینو زر بیرنش پایین تر بکله. نون توستا رو اینجوری باید بندازیم توی این و بعدش سرخش میکنیم. من حالت که بهتون گفتم این توستا مونه اینجوری به این آغشته میشه و بعدم سرخش میکنیم. برمیداریم یه ذره کره میریزیم توش که آب بشه کره، و بعد اون توستامون رو میذاریم که سرخ بشه توش. چیزی در میاد بعد اینکه این توست آماده شد. یه ذره بلوبری رو که شستیم، وای زنگو میزنن. اینو سرخ رو چکستن فرک پرسنتش میکنیم. بعد چی کارم کنیم؟ یه ذره آب کروموچس میریزیم بهش، یه ذره ها. آفری. بعد رو تیمه پرس پانکنش رینگنش میکنیم، یه ذره دیگه هم اضافه کنیم. خوبه؟ بعد چی کار میکنیم؟ شروع میکنیم یه ذره لهش کردن. لهش. خب نزنی نای من. اون بلوبری که درست کردم و میریزم روی پرافون ورس فرین کانچ. اینو که ریختم روی پرس فرین فرنچ کانچ نزرم. خب الان نوبته. اگه گفتین توی بستانی، اگه استانبولی بستانی فوق‌العاده خوشمزه است، خیلی خوبه. یه دایره ای روسنی میزنیم، چون این سکانشه 5 کیلومتر. یه دونه این ور میذاریم، یه دونه اون ور میذاریم که بین بچه ها یه وقت میگم فرق نذاریم. اسرونه ای چه آی اسرونه ای چه اسرونه ای. برابکس یوتیوب قادر سلیمانیان، جوادیان، عباسیان، زفریان. واو. آقا البته من سلام کرده بودم موقعی که داشتم توست پرولوس مورچه ربک قادری رو درست میکردم. خب مهمانان این برنامه اصرونه با ربکا، نگیر سولی عباسی، توستر سولی فریوا. امروز از اون روزایی که ربکا دیوونه شده، از اون روزه برما آهنگ میخونه، آهنگای مختلف. خب از اونجایی که کوثر دیر کرد بستنی های ما دیگه داره آب میشه، اینو سریع ببین. رسیدم دیدم یه میز چیدن پر دسر، گفتم بودوید ویدیو رو رکورد کنید دختر دیر نشه. کمی بستنی میریزی روی راچر مرفرسش، چون بعد حتما بستنی رو راچر مرفرسش داشته باشه. میگم بستن نداری کسافت من مهمون. ما به نوبت میریم خانومم عزیزم. اول مهمون نگران نباش، برای مهمون کوپه بسته. کوپه بستنی شد انگار چیزه. وای ببین چقدر خفن شده از صبح که بوش در اومده. از صبح بچه ها اینو درست کنید. میگید ربک تو سلی بودی یا نوسی؟ من میخوام بدونم اینا چجوری به ذهنت از جای دیدی بهتره. این فرنچ توستو که همه بلدن، من فقط اصلا بلوبریشو سرخ کردم و با بستنی راجر نیفرسون که اینجا ریخت بعدش شد. چیکار کنیم؟ خیلی حال میده. بذارید من برای بچه‌ها
پچته بیارم. اسلاک مندل بار 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 جان بار. Friends, good times. Wow. Food, friends, good times. Wow. چرا اینجا همه چی فکرده شده؟ فکرده چیده شده. آقا انتخابات امروز میکنی کی برنده میشه؟ به نظر من که وای اصلا معلوم نیست. خیلی میگن تقلب میشه. 100% حالا هر چی بشه و نشه فکر میکنی کی میشه؟ طیب اردوغان. من امیدوارم که طیب اردوغان بشه، نه که خوبه واسه کشورش، به خاطر اینکه اگه اون یکی بشه دهنه ما سرویسه چون خارجیم اینجا. ببین آره، ولی به نظر من اردوغان توی مثلا این سری آخر هیچ گلی به سر کسی نه اصلا خوب نیست، ولی خب فقط سودش واسه ماست. یعنی یکم خودشیفتگیه، ولی اگه اون یکی بشه جهپه بشه، چون با سیاست اینکه هی خونه بفروشن با خارجی یا اقامت بدن به خارجی ها در سر مشکل داره. آره دیگه، من واقعا خیلی تو سیاست سر نمیارم، ولی امیدوارم هر چی خوبه که اتفاق بیفته، هر چی به صلاح بچه‌هامونه. ان شاء الله به حق این شبای عزیز. آقا یه سوال میخوام ازتون بپرسم، به نظرتون بدترین اخلاقتون چیه؟ نمیتونم بدترین اخلاق تو رو بگم. آقا یعنی اوکی، اول بدترین اخلاق خودتو بگو. اول گل سر خودتو بزن. من اخلاق بد ندارم. من اخلاق بد ندارم از زمان همیشه. نه خودت چه اخلاقی نداری که رو مخ خودت هم باشه؟ نه انقدر نابی؟ نه. ببین من مثلا صبحی که از خواب بلند میشم خیلی بی‌حوصله‌ام، تا یکی دو ساعت هیچ کی نمیتونه بیاد سمتم. بعد علیرضا بیچاره همیشه واقعا ببین بکن 12 سالمو با هم ازدواج کردیم، 12 سال از خواب بلند میشه، من هر روز صبح اینطوری ام. بعد مثلا میگه این چیزی شده، بعد میگم تو 2 ساعت با من نباید حرف بزنی، بعد دوباره ناراحت میشه، میگم تو دیگه عادت نکردی. بعد ببین از سر این داستان خودم لجم میگیره که چرا نگی مثلا 2 ساعت اول صبح تو انقدر. ببین قاطی اما نه بابا قاطی قشنگ. این اخلاق بعد از کنم یادم باشه سمتش در میسوز. تو اخلاق بعد چیه؟ تنبلم. بعضم همونه دیگه، سخت از هره بیاد اینجا. آره بابا راست میگی، تنبلی دیگه بدن ما رو در موردی. به نظرم بدترین ویژگی شخصیتی کارکتری اخلاقی منه که تنبلم. تنبل مثلا خونه تمیز کردن چی جوری؟ نه کلن همه چیو اسلو باشه. آره باشه خوشمزه شد. خیلی بچه های حتما درست کنید. بچه چایی چای انگلیسی؟ چای انگلیسیه از انگلیسیه. واو واقعا خوشمزه است این چایه. خب اخلاق تو چیه؟ من خیلی مودی ام، زودم عصبانی میشم. مودی. ببین این مودی بودنش مودی ترینه. من واقعا باورم نمیشه یه موقعی، یعنی میگم مثلا میاد میگه سلام چطوری فلان، بعد یه دفعه اینجوری میاد تو خود. به خاطر اینکه اپ و داون میشه با اتفاق میگم. خیلی روش تاثیر میذاره. اوه مای گاد از اپ و داون. It's like a mountain. Yes, yes. چون که انگلیسی داریم میخوریم اصلا فارسی اصلا انگلیسی و توزه خیلی اخلاق بدیه که من دارم. من زودم عصبی میشم، ولی زود عصبی میشم زودم برمیگم به حالت نرمال. خیلی زود واقعا تمام تایمی که برگردم من واقعا به من اذیت میشم. تو اخلاق بدم میخواستی بگی؟ همینو میخواستی بگی؟ من واقعا اذیت میشم، مثلا میگم وای چی شده، مثلا چرا ربکا ناراحته، چرا مثلا چرا یه دفعه اینطوری شد دیگه. خدا داند که چی شده ربکا. من خیلی هم حالا تا نگه یا میگه نمیخواد اصلا ناراحتی نه بابا بکنی حرف خوبی خوبی حرفی مثلا چی میره تو خودش میگم چی شده من کاری کردم اتفاق بعدی افتاده. من کاری کردم ناراحتت کردم بابا. خب آقا یه چیزی رو میخواستم بگم. خسرت روز هفته چند بار ورزش می‌کنی؟ خیلی زیاد. وارد بحث ورزش شدیم. خسرت قول داده که یه جوری دارم غذا میخورم و مثل یک خرس از جام تایپون نمیخورم که اصلا خودم باورم نمیشه. ساعت 2 تیکا ماسالا خوردم، ساعت 4:30 تیبونه سک سفارش دادم. با کلاس هم هست. حالا من شیویت بالا آوردم. تخمه مرغ زمینی قوی گذاری دیدم. من تیکا ماسالا خوردم، یه تیبا خوردم، سوشی گرفتم. حالا من تا
کالیفرنیا سوشی. حالا من بربری رو انداختم، کامارا کره رو انداختم. سپس سیانسم رو نه، ولی حجم معده رو بدن میترکم. ببین من هفت یه دو هفته پیش اینا بود، سه هفته پیش شروع کردم ورزش کردن زیاد، بعد دیدم من ورزش که میام عین یک خرس میخورم، بعد گفتم خب اگه من همین جوری حیوانم دستم، بعد دیدم اگه همین جوری ادامه بدم خب ورزش برعکس عمل میکنه دیگه، یهو میرم تو هش اینو حجم عضلای قادر. بعد گفتم یه کار دیگه بکنم، حالا قراره برم تنیس. چیکار؟ آه تنیس بلد میرفتم، یا سه سال پیش بود، کی بود؟ دو سال پیش بود. بدل کردم، من بدمینتون بلدم. من بدمینتون بلدم، من عاشق بدمینتونم. اگه از اگه اون روبرویم حرفه‌ای باشه مثلا دو ساعت توپ نیافته بازی می‌کنه. اون روز گفتم که آره مثلا من بدنسازی هم حوصله‌مو سرم برام هم خیلی غذا می‌خورم، بعدش انگامم گفت آره بریم از سواری. بعد اون روز رضا سنگ زد گفتم آره دیگه من خودم از سواری. میگم از سواری خیلی وزنتو نمیار پایین، اسره داره اصلا ورزشی به حساب نمیاد، اسره داره کار انجام میده. تو دقیقاً تو از سواری بنده خودم همه جا به جا میکنه، تو فقط سوار میشه پیاده میشه، تنها کالری که میسوزونه اونه، اونم پیاده دیگه دو دقیقه میپری بالا. مثلا از سواری و تیراندازی به نظرم ورزش نیستم واقعا. خب یه سوال مثلا عملها جراحی چه کارهایی کردی؟ من عمل جراحی اگه بخوای بگی فقط بینیم بوده، ولی بوتاکس و اینا هم زدم دیگه، جدیدن هم زدم اتفاقا. تو چه؟ من بینیم، لبامم ژل زدم. ولی میخوام برم لبام ژل بزنم. به نظرت من لبام ژل بزنم؟ نه تو لب داری. من خیلی لبام باریک بود. بعد دو سال پیشم زیر چشامو تزریق کردم، ولی خیلی سریع رفت، ولی دوست دارم دوباره اونو بزنم. یه چیزی بود که خوش اومده بود، ولی خیلی سریع میره. سر تا پاتو کوبیدی ساختم منی ماما. همه جایی که دست بزنم ژل هست. بچه‌ها من نچرل. اما که میدونید دماغم اول کردم بوتاکسم. بوتاکس جزء چیز جراحی به حساب نه دیگه، جزء کار زیبایی. من نزدم تا حالا، ولی خیلی دوست دارم بزنم. یه بار بزنی عاشقش میشی. نه هنوز نه. ای نه خیلی بعد بزنم. خیلی دارم، ولی به خاطر یه چیزی چی میترسم که ریاکشن نداشته باشم. مثلا سلام بعد. نه مگه الان نه بابا، مگه مال سال 1000 داریم. خب پس مشکل نه. ببین بعد حالت چه حالت چشمات قشنگ‌تر میشه. اصلا خیلی باحال. نه ولی بعضی‌ام تایم میشه. That's the time. Exactly. آه بعد تو قبل از چیز قبل از اینکه عمل کنه خیلی عوض شد، یعنی قبل از عمل چجوری؟ ببین من بینیم اصلا اونجوری نبودش که خیلی مشکل داشته باشه، قوز و اینا که اصلا نداشت. آها یه ها توب خورد بهش به بارا به مجرد عکسامو پسش. نه انحرام بینی داشت. لگت زد تو دوام. میگم به قرآن هیچی قوز نداشتم، ولی این جلوی بینیم یه ذره کوفته ای بود. خب یه ذره گیر بود. بعد اتفاقا من هر اون موقعی که میخواستم عمل کنم هر کی به من میگفتش که بهش میگفتم که عمل کنم، همه میگفتن نه نه کن تو مثلا ایرادی نداره بینید. نه ولی هیچ ایرادی نمیگفتن، همه کاملا میگفتن دختر جان عمل کن جلوی دید و گرفت. تنها کسی که میگفت عمل نکن بابام بود. قیافت عالیه دختر قشنگم. نه مامانم، بابا مامانم آدم راستگو میگه بابا عمل کن ببین چی چماق انداخته تو صورتت. بابام دیوونه ای به خدا صورت به قشنگ. ببین علیرضا به من میگه من به خاطر دماغت تو رو گرفتم، اگه بری عمل کنی بعد مثلا زندگیمون به هم میریزه. نه گفتم بابا چون مادر رو تکیش میرم خواهد بینو ما همه. من عاشق اون دماغ بودم. میگه من به خاطر دماغ سوا علیرضا عاشق نمیده بشم کوفتگی اینجا دلم براش دایی میشه. حتی خیلی عوض نشد قیافه قبله. ببین ولی میخوام بهت بگم انقدر چهرم تغییر کرد بعد از عمل. اصلا انگار یه بادی تو صورتم بود اینجا ها، مثلا این بادا خوابیده شد و خب خود بینی خوشگل تر شد. من چون دماغ قیافم خیلی تغییر کرد، چون دماغ خیلی تو دید و رس بود کشام یه دیده شدی ها. آره ببین واقعا منم همینطور، اصلا صورتم خیلی تغییر کرد. تو عوض شدی؟ من عوض شدم. من دماغم حالا از روبرو خیلی چیزی نداشت. از خوزی ها بودی دوست من، از خوزی ها بود و منو مسخره میکرد. من رو درقه گفتم تو بری توی چیز سخت
به عنوان کوسه. نه ولی منم خیلی تغییر کردم. خب اینو خوردیم. خب نه بذار سر جاش. اینا برش بده. چیزکیک راویول پرس. رایز اف فاین. دیس از استرابری. استرابری؟ یا. راویول پرس. راویول پرس. فقط این برای مثلا برای پیتزا و این هست ما داریم با شیزی. نه عزیزم شاید بعضی هم برای کیک استفاده کنن. ساچه واو. خب برم سوال یه سوال میخوام ازتون بپرسم. نگی سوالی اومده مادم و سواله پرم. به نظر شما یه آخر هفته سرگرم کننده چجور آخر هفته یه؟ این که برید مسافرت کاملا سرگرم کنم. ببین من عاشق مسافرت هم، یعنی اگه بدونم هر ماه خرده برم مسافرت، اصلا خارج از شهری بری آخر هفته اصلا فقط برم مسافرت. اصلا نه دوستشم کاش من کارم یه جوری بودم اشمرتم مسافرت. اتفاقا تو دقیقا کارت یه جوری که جوری همه جا زندگی کنی و همه جا باشی، یعنی مثلا من هر روز برم هلی بیشی تو ولی تو هر روزم بخوای بری. آره ولی کلا اینکه هر ماه مسافرت رفتنم کارت مثلا همینجوری هم نیست. هر ماه بریم مسافرت سفر میشه ها، ولی ان شاءالله در آینده، الان نمیشه. آره. به هر حال ولی بازم تو آپشن اینو بیشتر داری که این اتفاق واسات بیفته. آه. یه خانم آقایی بودن توی من اینستاگرامشون، یه خانم ایرانی بود که جهانگردی میکرد بعد ویدیو یوتیوب درست میکرد و میذاشت و اینا. من خیلی دوست دارم مثلا یه همچین آدمی باشم که برم سفر، کلا مثلا توی ماشینای کاروان زندگی کنم، مثلا با سگم برم سفر و مثلا همونجوری ویدیو بگیریم بذاری. خیلی حالا یکی هست توی یوتیوب اسمش Best Ever Food Review Show، خیلیم طولانیه. به من آرزوم اینه که یه روزی مثل اونشم کلن داره کشور مختلف رو میره، غذای مختلف میخوره، ولی دیگه همه چی میخوره، مثلا خونه شطور نمیتونه هر چیزی که بهش، منم نمیتونم اونجوری ولی خیلی دوستم. بعدش که کل دسرای دنیا رو خوردم یه دسر شاپ بزنم. علیرضا دوست داره کافی شاپ بزنه. تو چی که آخر هفته کجا دوست داری بری؟ ببین من تو به نظرم پارتی بری پارتی. خب من که به خاطر علیرضا چون شغلش دی جیه و اینا، مثلا ما باید تو پارتی حضور داشته باشیم ببینیم مثلا چه جوریه موزیکا رو علیرضا آنالیز میکنه، یعنی ما واقعا به عنوان کار به این قضیه نگاه میکنیم چون علیرضا دی جیه. ولی منم واقعا دوست دارم یه آخر هفته هم با دوستام چیل مثلا یه کاری انجام بدیم، از صبح مثلا بریم بیرون، حالا میتونه آخر هفته بیرون باشه میتونه خارج از شهر باشه، ولی مثلا با دوستایی که حال میکنی اکیپ باحال، مثلا حالا بری یا رستوران یا جایی یا خارج از شهر. بدمینتون بازی کنی؟ به نظر من بستگی به اون موقعیتی که توشی هر کاری حال میده، ولی به نظر مثلا پلن بچینی. اگه با پارتنرتی مثلا میخوای خونه باشی پلن بچینی، غذا درست کنی، فیلم ببینی، همون چیز هم حال میده. یا بری مسافرت یا چه میدونم یه هفتهش با دوستات بری پارتی، هی هر هفته مثلا بستگی به موقعیت داره. آره. ولی برنامه بچینی یه کاری بکنی دیگه. مثلا تو خونه هم یه کاری بکنی. آخه بقیه آخر هفته ها میشینم همگر نگاه میکنم. من خیلی وقتا آخر هفته ها میشینم خودم رو نگاه میکنم. ازم من تو دیگه آدم آره خیلی به خصوص جایدان خیلی ازم پیدت میشه تو آشغال. خب من میخوام یه سوال خیلی مهم بپرسم ازم. آنه اگه تو نخواهی بچه داشتی؟ نه 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 من واقعا هم عیرزا من هم موقع بعد مثلا هم موقع بچه داشتم هم موقع ازدواج کنم شاید بهش فکر، یعنی بهش فکر میکنم. الان نمیتونم بهش فکر کنم که با هوا ولی من کلا از مثلا همیشه دوست نداشتم بچه دار باشم، یعنی اینجوری نبوده که مثلا بگم که اوکی حالا بذار ازدواج کنم ببینم چی میشه. از اول دوست نداشتم، از اول با عیرزا اصلا با این شروع کردم که من دوست ندارم بچه داشتم. چرا نسل جدید انقدر بچه فرار؟ من هر کی میپرسم تازه ازدواج کردم یا مثلا کلا مثلا جوونم ازدواج کردن و اینا، همه اینجوری هم که نه نمیدونی من دلیلم چیه. من میگم که من وقتی بچه دار میشم باید نصف یا حتی تمام خودم بذارم واسه اون بچه. خب حالا من آدم خودخواهیم، من دوست دارم همیشه تو زندگی به خودم خوش بگذره و اینقدر میدیدم که مثلا مامانم یا مثلا مامانای دیگه برای بچه‌هاشون اینقدر زحمت میکشن، بعد آخرش چی؟ آخرش بعدش چی؟ بچه میره ازدواج میکنه، الان من اصلا خارج از کشورم، خواهرام اون برای دنیا، مامانم اصلا اون بچه رو مامانم این همه تایم گذاشت بود. آخرش به کجا میرسه؟ واقعا چه دلیلی داره که یکی دیگر به این دنیا بیاره؟ آخرش میره واقعا. دلیلی واسه آوردن بچه پیدا نمی کنم، میدونین؟ فکر نمیکنم که احتیاج دارم به یکی کسی کنارم باشه. ندارم. خب حالا علیرضا رو دارم، چرا دیگه باید بچه بیارم؟
من توی مرحله مگه علیرضا خودم علیرضا من تو هستی علیرضا مثل با سن چیزی یا خوده ایسا تیمون هست که علیرضا دارم گیچه بچه تو چی تو بچه دوست داری؟ ببین الان که میگم اصلا دلم نمیخواد و مثلا بهش فکر میکنم میگم نه هیچ وقت دلم نمیخواد، یعنی اون علاقه دیدی یه سری بچه دوست دارم مثلا همش ویدیو بچه میبینم بیرون بچه میبینم، نه من اونجوری نیستم، اونجوری نیستم، خودم هم دلم نمیخواد، ولی چه میدونم شاید 5 سال دیگه حالا شرایط زندگی مثلا ازدواج کردم یا گفتم واو دلم یه فامیلی میخواد بچه میخواد، الان نه دیگه در آینده چی میشه نمیدونم. یه سوال دیگه بپرسم ازتون، میخوام مثلا همدیگر رو توی دو تا کلمه توصیف کنیم، مثلا تو کوثر رو توصیف کن، کوثر رو هر کسی از تو شروع شد ربس کوثر توی دو کلمه توصیفش کن، دو تا کلمه فقط. آره دو تا فوش و بدم این که این چند روزش فوش دادم داره فوشه که بشونم میاد تو زنه چیزا گوزن میتونم بگم وقت نظاره کیوت، من کیوت کلمه کوثرم انگلیسی دوست دارم، حتی اگه وقت نظر باشم کیوت باشم، کیوت وقت نظر خیلی بهتره به وقت نظر غیر کیوته. ممکن اصلا 4 هفته سر این که کوثر قرار بیاد خونتون بایسین دیگه مثلا میگه این هفته میام دو روز دیگه میام دو روز دیگه، حالا یه ذره خب مسافت راه بود این داستان هم هستش دیگه، حالا قراره این مسئله رو دوستی حل بشه. مسافت راه که 100 راه مسافت، حالا اصلا بگیم تو ترافیک اوجش 1.5 ساعت راه، تو تهران هم همینه خانوم من، طرف از شهریه که قبل بخواد بره مثلا بالای مثلا زعفرانی. آره بچه دارم پیرم کمرم میگیره سخته ببینی، ولی واقعا سگ داشتن هیچ فرقی نداره، من الان خودم بخوام برم مسافرت نمیشون میگم که پامیو چیکار کنم؟ من همیشه عذاب وجدانم. مسئله بزرگه وقتی میاری تو زندگیتون دیگه، خیلی از اون آزادیایی که داری دسته میشه تمام میشه، شب نیایی خونه نمیدونم فرت و فرت بری مسافرت خیلی سخته. آره کلا خیلی سخته، ولی من هیچ جایی کسر هیچ جا نمیدونم ولی واقعا به خاطر سگاش آره خدایی نمیمونه. ولی به نظر من موقعی که مثلا من آنجل مایه تو خونم مثلا میگم من قبل آنجل مثلا تو خونه چیکار میکردم، یعنی اصلا نمیدونم زندگی الان بدون آنجل چی جوری قراره باشه یا چی جوری بورینگه، اصلا چیکار میکردم من تا قبل آنجل. اولین باری که من تا خونم آنجل گفتم آنجل چی؟ آنجله آنجل آنجل آنجل. خب منو توصیف کن دو تا کلمه. تو پرتلاشه، واقعا من پرتلاشی هستی، واقعا من دیدم خیلی تلاش میکنه با اراده و پرتلاش. بیجون کاسر منو توصیف کنی میگی رو توصیف کن مطمئنی توصیفت کن به نظرم پرکار احساسی، ولی شاید همه فکر کنن احساسی نیستی، ولی از درون فوق العاده آدم احساسی هستی، آدم پرکاری هم هستی، تلاش میکنی کلا واسه هدفات. تو هم بنظرم آدم منطقی پر انرژی. اتفاقا من خواستم پر انرژی به تو بگم، چون که تو هر سری که تو هم همینطور، ولی تو هر سری میای توی سالن همش در حال اینجوری اینجوری همش این مدلی کو خانم ما نمیبینی بیاد خونه نشه به خدا هر موقع من کوثر میبینم همش اینجوری خیلی خوشحاله، هر موقع اینجوری بود یه زنگ بزن من میام خیرشو بگیرم. عزیزم من همیشه اینجوری ام تو نمیدونم کلمه اینجوری چی میشه الان من خودم توصیف کنم گوشی همو نه دیگه بعد همون بگی پر انرژی. خب مثلا بگی همیشه مودش خوبه اینو بعد بگی خوشفاز. آره خوشفاز دختر خوب میدونی دختر گل خوبیه، دختری که از سفره مامان بابا واقعا مثلا سنجیده صحبت کنه، خیلی مثلا همه چیه سنجیده رفتار کنه، گزیده گویی، خیلی به نظر من بزرگتر از سنش، خیلی شیک و مثلا خوب رفتار میکنه، خیلی به نظرم چیزه به افتخار کوثر. کوثر.com number is کوثر is a
آشپزی هم بلدم یه ذره. مامان بابام با سربازی مشکلی ندارن. تمیزکاری خونم. خب بخوام ربکا رو بگم. ربکا به نظر من یه دختره نمیدونم دلسوز میشه یا مهربون میشه، حالا اون کلمش کلم یا مثلا حال بده اینطور میتونم بگم، خیلی به دوستا و رفیقاش خیلی حال آفرین، خیلی دست کمکش، من این با این خیلی حال میکنم، مثلا دوست داره به همه کمک کنه، همه رو بیاره بالا، همه به اون چیزی که میخوام برسن. آفرین. از نه نیستش که بگی خودم توی جایگاهی ام پس بذار این کار نکنم، نه تو هم بیا، تو هم بیا این کار انجام بده، اون کار انجام بده. من با این رفتار ربکا خیلی حال میکنم که خودم حتی مثلا ندارمش، مثلا من دارم از این یاد میگیرم، مثلا یه موقعی یه حرکاتایی یه رفتارایی که مثلا میکنه خیلی واسم جذابه. خلبانا حالا یه کلمه چی میشه؟ کلمه چی میشه این همه؟ چی؟ بده دسته بده از چیزایی که من حال میکنم خوش استایل. ببین واقعا به نظر من ربکا خوش استایله، یعنی مگه میشه یه نفر همه نوع استایل لباس بهش بیاد؟ خوش سلیقه است تو چیدمان. آره یه خیلی دیگه داریم بهش ازش تعریف میکنیم بس. دیگه اومدیم خونش داریم چایش میخوریم. آخه تا حالا شده تو زندگیتون به یه مرحله برسین که به بی هدفی برسین، انگار واقعا حالتون از زندگی و دور اطراف و محیطی که توشین و همه چی به هم بخوره؟ تا الان به مرحله رسیدین؟ ببین این مرحله مثلا اینجوری نبوده بگم دو ماه سه ماه توی مثلا زندگی این مرحله است، من هر هفته یا هر میتونم یا به یه روزش این اتفاق واسم میفته. از صبح خواب بلند میشم مثلا میگم وای مثلا چه زندگی بدی، چقدر همه چی بده، چرا این اتفاق افتاده، چرا مثلا خیلی همش خودم رو دهان میبینم، خیلی احساس میکنم که هیچ چی تو زندگیم ندارم، خیلی عقبم، خیلی افسرده میشم، حتی موقعی گریه میکنم قشنگ. یعنی یه روزم اینطوریه هر هفته میتونم بگم، ولی هفته های بعدش روزی هفته یه روز هفته میدید. یه روز اینطوری هم بقیه روزا خیلی پر انرژی میگم بقیه. خیلی اینجوری شد، ولی مثلا من اینجوری نیستم بگم مرتب، ولی یه تایمی خب خیلی حال روحیم بد بود، بعد یه تایمی خیلی شدیدتر شده بود، اینجوری بودم که خب اصلا نمیخوام زندگی کنم، مثلا اینجوری هم که چی، مثلا اصلا واسه انجام کوچیکترین کارن که مثلا این چنگال از اینجا بزنم اون بر حالشو نداشتم، انگیزشو نداشتم. ولی خب تو اون لحظه هیچ کسی جز خود آدم نمیتونه بهت کمک کنه، یعنی هیچ کسی نمیاد دستتو بگیره بگه تو رو خود انگیزه پیدا کن. ببین نه من اولی به نظر من آدمای دور اطرافش آدم خیلی تاثیر دارن، ولی در نهایت اونی که به داده تو میرسه خود خودت. ببین مثلا من دقیقاً اتفاقا همین اتفاق 3-4 روز پیش برام افتاده بود، از خواب بلند شدم بعد دیدم چقدر همه چی به درد نخوره، چقدر گریه فلان، اصلا خیلی حالم بد بود، ولی زنگ زدم یکی از دوستان به هلیا زنگ زدم، مثلا واقعا با دو تا حرف حال منو عوض کرد. با دو تا کلمه حرف زدم پای تلفن تو دو دقیقه اصلا مود منو عوض کرد و به نظر من همه چی اوکی شد. این خیلی تاثیر داره که اینطوری بشه، ولی میخوام بگم کلا مود آدما، همه آدما اینطوریه. یعنی مثلا من همیشه قصه میخورم، یعنی وقتی تو قصه داری، وقتی افسردگی داری، فکر میکنی فقط تو داری، ولی همه دارن. یعنی اصلا این یه چیزی از زندگی، مثل خوشحالی، مثل گریه، یه چیزی از زندگی که باید توش وجود داشته باشه، یعنی فکر نکنید فقط برای شماست. من هم اون مودی بودنم هم تو زندگیم هست، یا داون میشم و یا میام، یا مثلا ممکنه من دو روز واقعا حوصله هیچو نداشته باشم، بچه‌ام دارم، یا مثلا ممکنه یه روز نباشم کلا، ولی یا مثلا ممکنه یه هفته دو هفته پشت سر هم میام، ولی من همین جوریام هم. آره مثل شما منم، یا انگیزم از دست میدم، میگم اصلا زندگی چیه بابا، مثلا مثلا یهو اینجوری میشم واقعا، بعدم میاد از زندگی یا سری موقع، ولی بعدش میگم وا زندگی تو کن بابا، وا زندگی تو بکن، تیبونه شدی دختر، میخوای اینجوری بری جلو، نمیشه دیگه. ولی در نهایت حالا انگیزه دادن دیگران که من همیشه میگم که ماها خیلی خوب میتونیم به بقیه
انرژی مثبت بدیم، همون جوری هم میتونیم دهن بقیه رو سرویس کنیم انرژی منفی بدیم. یعنی خیلی هم قدرت ندارن دیگه. ببینید یه سری واقعا از لحاظ فردی قدرت عزت نفس رو ندارن که تو بهشون یه چیزی میگی منفی باشه، طرف ممکنه یه حالش بد شه. من دارم آدمای دوستامو که مثلا واقعا یه سریاشون خیلی مثلا یه ذره میدونی هنوز اون چیزا رو تجربه نکردن. خب مثلا یکی سالها توی فضای مجازی یا هر جای تو بیرون بهش هی بچرخه تو اجتماع عادت کرده به اینکه حالا چهار نفرمش انرژی منفی، ولی یه سری واقعا به هم میریزن میریزن به هم قشنگ. ولی من میشناسم آدمایی که خیلی ساله تو سوشال مدیا هستن هنوز همونقدر حساسن. اون دیگه بستگی ببین میدونی به من اون دیگه شخصیت از کاراکتر از کاراکتر طرف یا خیلی واسهشون مهمه که مردم چی راجبشون فکر میکنن. میدونی چی میگم؟ مثلا خیلی وابسته به اینن که الان اون وجهشون توی سوشال مدیا چه جوریه. این وجهه رو خودت میسازی. حالا اصلا این که توی زندگی واقعی یا روش آدم خوبیه بدیه واقعا چه جوریه واسش مهم نیست، چسبیده به اون که وجهش دکورش توی فضای مجازی چه جوریه. بعد خیلی اینم خیلی بده برعکسن، یعنی وجهش بده توی فضای مجازی همون شاخه مجازی و این همه هم هیت میخوره، اصلا هیچی بهش کارش ادامه میده. من میگم اینا جنسشون از آهنه. میبینی داره هیت میخوری که فضای مجازی الان ببره که حالا من خودم با روزای خوب داریم توش، خیلی هم پشت میگذره، خیلی هم ترسناکه، خیلی ترسناکه. یعنی شما یعنی خود بیننده کسی که میره میبینه یه آدمایی رو میبینه اینقدر طرف خوب حرف میزنه نایسه، ولی تو زندگی واقعیش یعنی طرف از نزدیک ببینی اصلا باورت نمیشه این آدم همون آدمیه که تو فضای مجازی اینقدر مهربون و کول و اینکه اینجوری صحبت میکنه. یعنی کاش به نظر من آدما خود یعنی واقعا نترسین، خود واقعیتون رو نشون بدین. ببین خود واقعی خود آدم رو نشون بدین، نیست که آدم کل زندگی شخصیشو صبح که خواب بلند میشه مشکلات خانوادگی و همه چی تو بیای بریزی رو دایره. همچین چیزی رو من هیچ وقت نمیگم چون اصلا درست نیست. مثلا به نظرم کسایی که میان تمام زندگیشون رو میریزن تو مجازی، حالا آقا طرف با مامانش دعواش میشه تو مجازی، با شوهرت دعواش میشه تو مجازی داستان، مثلا اینا واقعا دیگه به نظرم چیزی برای دست دادن ندارن. من منظورم اون کاراکتر خود آدمه. اگه کاراکترت اون نیست ادای مهربونا رو در نیار. اگه کاراکترت اون نیست ادای آدمای مثلا خودتون باشین، یعنی مدلیه که خودتون میرین جلو. چون من واقعا یه سری آدما رو یهو از نزدیک میبینم یهو میگم وای مثلا تو اینستاگرام چقدر نایسه، اصلا این نیست. یا برعکس یه سری ها خیلی خودشونو واقعا من خودم راجع بهش فکر میکنم که اصلا آدمای نایس نیستن، مهربون نیستن، نزدیک یهو میبینمشون میگم واو شخصیت اینجوری خیلی خوبه. مثلا یکی خوشم نیومده از اینستا فقط آره، شخصیت تو اصلا گفتم این چه آدم آره، باحالیه مثلا چه شخصیتی داره طرف. ولی خب مثلا خیلی خوبه که آدم خودش باشه، چون من واقعا دیدم کسا که اصلا خودشون نیستن اصلا. یعنی خب تهش به نظر من ببین نقاب گذاشتن تا یه حدی دووم میاره، بعدش در نهایت نقاب میفته و چیزی که ما میفهمن همه. ببین همه ببین یه چیزی بگم، مردم خیلی زرنگن. آره، اصلا مردم دقیقا. من واقعا دارم خودم کسایی که دنبال ببین زرنگ ترینان، یعنی فکر نکنی آدم فقط فکر نداره خودش زرنگه، مردم از شما هم زرنگ ترن. یعنی همه چی تونو میفهم. یعنی تو بخوای الان حسادت کنی از تو ویدیو میزنن منو که ریبکا داره حسودیش میشه، ریبکا الان مثلا اینجوری نگاه کرد. چون ببین زرنگن مردم، تو نمیتونی ادا چقدر میخوای با صورتت اکت بیا یا ادا در بیاری دیگه. میدونی اینجوری داشتم نگاه میکردم برم کسی کامنت بیزن. آره این هم هست دیگه. اینه که میگم فضای مجازی ترسناکه، چون یه سریا یه چیزی ازت میبینن با تحال میکنن، ولی یه اومیان میبینن دیگه ای اصلا همه چی اون نیست. اون چیزی که تو فضای مجازی میبینید نباید اطمینان کنید، چون اصلا اون یه کاوره واقعا. آره دیگه، مثلا همونه که ما میشینیم مثلا عکسای دو نفره عاشقانه مثلا حالا بقیه رو میبینیم، یا اصلا حتی خودمون یا مثلا هرچی آدم میبینه میگه ای وای چقدر خوب. آره دو تا کاپل میبینی تو اینستا، دو تا کاپل میبینی تو اینستا، دوست دخترش دوست پسرش دعوا میکنن، تو سر هم میزنن، شوهر و زنش این کارا میکنن. مگه میشه این وقت نمیان استوری ویدیو براتون بگیرم؟ که برای همین این خیالاتی که مخصوصا توی تینیجرها هست و سنهای کم این اتفاق میفته، باورهای دروغین، آدمایی که باورهای دروغین برای خودشون میسازن، اینکه واو چقدر رابطه های بقیه
واو 100%. اصلا همچین چیزی وجود نداره. هیچ رابطه 100% نیست. خب سوال بعدی. ربکا تو چند درصد از زندگی تو با فالوورات شیر میکنی؟ سوالی ازت پرسیدم. واقعیتشو بگو. 60%، 70% شیر میشه. 60%. 60%. خوبه. خوب شعر میکنی. میگم دست به شیر و دست به فالوور. تو چی؟ تلگرام منو اینجوری آره. کرد. آره. تلگرام خیلی منو راحت کرد با مردم. مثلا همچین فکری نمیکردم. مثلا یه دنیای دیگه ایه. فضاش اصلا فرق کنه. اصلا نمیدونم چه جوری بهت بگم. مثلا خوش میگذره. یعنی همه هم فاز خودتن. کسی اونجا نمیاد بگه اچه الان این حرفو زدی، وای غلط املایی اونجا، این قسمت از حرفت بهم برخ. مثلا خیلی کم پیش میاد این اتفاق بیفته، انگار مثلا یه عالمه رفیق دوره هم داریم میگیم میخندیم. خیلی واقعا جوش بالا. تو نیومدی تو تلگرام؟ میارمش. نه اونجوری که شما هستین. یه تلگرام دارم همینجوری، ولی من بخوام یه چیزی بگم، من وقتی حالا ربکا منو با تلگرام آشنا کرد، ببین انقدر بچه های با عشقی هن، مثلا یه ذره حالت بد باشه یا مثلا یه مشکلی داشته باشی یه چیزی بخوای بگی، انقدر میان به آرومت میکنن، انقدر مثلا من اون دور بعد بچه ها انقدر میفهمم میونه حرفت بگم، انقدر میفهمم یعنی تو حالت بد باشه رو هوا میزنن و میان بهت مسیجای خیلی پر انرژی میدن. آره تو به حالت خوب باشه، حالت خوب باشه تو فلانی، مثلا سعی میکنم ویژگیاتو به یادت بیارن. خیلی مثلا دوست خوب دیگه. آره یعنی تو فکر کن این هم دوست خوب بگم، مثلا نزدیکترین فنای تایم خوابم رسید، میرم بخوابم چه صدا خودشه نوزاد میخواد یک رو بدهه. من 10 خوابم تو چقدر شرم یه رو دیگه میتونی. ببین من خیلی مودیه این قضیه، من بستگی به مودم داره. وقتی که حالم بد باشه اصلا استوری نمیذارم، یعنی وقتی نه کلن اینستر نمیگم آن کلن. خب همون من خب بیشتر فعالیتم چیه توی یوتیوب و اینستا. آره ولی اون موقعی که استریم میکردم خیلی راحت بودم، یعنی خیلی حرف میزدم، خیلی گپ میزدیم. اون فضای مثلا تلگرام ماننده تو استریم بود بیشتر. حالا به زوری قرار دوباره شروع کنم، اون خیلی بیشتر منو نزدیک میکرد به فنا. ولی خب الان یه 3 سالی هستش که اصلا این کار رو نکردم. در حال حاضر میخوام بگم شاید 50 تا چقدر؟ 10 درصد. خب خیلی فعال نیستم. حالا وقتی هم که بیشتر تو هلی بیوتی هم که مثلا خب بیشتر تایم هم اونجا میگذره، ولی در کل من مثلا اونجا یه دونه عکس بذارم برم، مثلا یه این کار انجام بدم برم. خیلی حالا من همه سوال بپرسم. ولی چی؟ ولی خیلی دوست دارم بیشتر باشم، چون واقعا حال میکنم، مخصوصا تلگرام. یعنی انقدر که دوستم تو تلگرام فعال باشم. چرا تلگرام تعریف خیلی آره واقعا بعد خیلی بامزه است. مثلا من یه سری چنل هم میذارم حرف میزنم، بعد ربکا برم دارم میذارم تو چنل خودش جواب منو میده، مثلا ماریا یه سری میگه اصلا، بعد بچه‌ها خوشش میکنن میگن اینجوری ما تو چنلمون با هم حرف میزنیم. خیلی باحال. تو رابطه چی برات اصلا مهمتره؟ حالا الان مثلا بخوای بری توی رابطه، الان تو رابطه نیستی خانم من، حالا اگه خواستی بری تو رابطه، اولین چیزی که برات مهمه چی؟ نکنه تو رابطه هست؟ نه یه صورتش یه جوری که تو رابطه هست، نمیدونم چی داستان هست. تو رابطه با یه دوست شدی به من نگفت؟ قرمز شدی؟ قرمز شدی با دو سه نفر تو رابطه هست؟ با یکیشون دنبال آرامش هم، با یکیشون دنبال زندگی هم، با یکیشون آشقام خواهی یک کلمه بگم. آخه یه جوابی رو من تو ذهنم که خیلی خنده دار بود، ولی خب بگو دیگه. نمیشه ولی بعدم ولی فهمیدم به همه دیگه فهمیدم. نه ولی این که احساس آرامش کنی داری؟ نه ولی واقعا یه کسی که بعضم بتونم خودم باشم، میدونی چی میگم، و از بودن در کنارم اون احساس تکیگاه بودن رو، ساپورتش رو، این که خب من یه کسی دارم که تو تایمای خوبی، تو تایمای سختی، همه چی میتونم روش حساب کنم و متعهد باشه. از پسرای لاشی متنفرم. ببین واسه همین که اصلا شاید تا یه مدت طولانی نرم تو رابطه، چون میدونم همه لاشی. Shut your goddamn mouth. پسرای یوتیوب تو خدا نشوش دور از شما. آره ما که نداریم توی بچه‌ها. نه نداریم. نه شما نیستی، ولی خب بقیه ماشاءالله. آره اونایی که اصلا کار بدی میکنن. شما چی؟ من این که یه آدم
کلا قضاوت هم نکنه. ببین چون آدما خیلی همو قضاوت میکنن خیلی زیاد، مثلا نه تنها مردم که تو رو مثلا دور میبینن، آدما تو رابطه های نزدیک ذهنشون همو قضاوت میکنن، حالا چه تو کلام باشه چه تو ذهن باشه. آدم به نظرم وقتی یکی رو واقعا دوست داشته باشه پس سعی کنه اصلا قضاوتش نکنه. حالا پس کارهای بد نیستا، اینکه گیر بدی کلا هی قضاوتش بکنه، سعی کنه روی کارش تصمیم بگیری، به نظرم کار درستی نیست، چون که رابطه رو کلا مختل میکنه. الان من واقعا آرامش یکی از مهمترین رکنای رابطه است، خیلی چیز مهمیه آرامش داشته باشه. من به عنوان کسی که 12 ساله که با همسرم میخوام برای تو یه چیزی بگم. به نظرم مهمترین چیز، یعنی چیزی که باعث شده که من عرض 20 سال با هم بمونیم، این بوده که اگرم بگم اینه که ما تمام مثلا خوشیامون، تفریحمون، علاقامون، سبک موزیکامون، تمام سبک زندگیمون، همه چیمون شبیه همه. حتی اگر مثلا حتی با هم سردمون میشه، با هم گرممون میشه، با هم دوست داریم اون غذا رو بخوریم، مثلا انقدر با هم بودید مچ شدید دیگه. مثلا یه چیز مثلا بزرگی که مامان بابای من همیشه خودشون مشکل داشتن، بابای من آدم بود که خیلی گرمش میشد، مامان من آدم بود که خیلی همیشه سردش میشد، و این همیشه بینشون دعوا بود. حتی یه همچین چیزی، یعنی اینو گفتم یعنی که چون خودم تجربهش کرده بودم، من و آیرزا همیشه توی مثلا من با آیرزا تو جوبم که بریم با هم بشینیم بهم با اون خوش میگذره، به خاطر اینکه میگم اون تفاهمی که میگفتن قدیمی‌ها تفاهم با هم داشته باشیم، به نظرم مهمترین چیز توی یه رابطه اینه که با هم با اون آدم حال کنی، تفاهم باش داشته باشی، همه چیتون به هم بخوره، نه اینکه اون یه چیز دیگه دوست داشته باشه، اون تو یه چیز دیگه دوست داشته باشی. خیلی به نظر من این مهمه. خب حالا من یه سوال دیگه دارم، بدترین اخلاق توی رابطه چیه؟ مثلا حالا فکر کن اخلاق طرفم بد باشه، اصلا مشکل داشته، چه چیزی باعث میشه که توتون بد باشه تو رابطه؟ بدترین من تو رابطه یا کلا تو رابطه؟ نه تو رابطه مثلا میگم نه اینکه رابطه دوستانه، مثلا شوهرت تو دیگه متعهدی، یعنی چی متعهد؟ منظورت نشد؟ مثلا که میگم من خیلی، مثلا من خودمو بخوام بگم، من اگه اون اعتمادی که مثلا جلب نشه توی من به شدت آدم حساسیم، و اگه اون حساسیت توی من کنترل نشه به فنا میده رابطه رو، چون میدونی چی بهت میگم، یعنی اعتماد باعث میشه که تو دیگه اون حساسیت رو نداشته باشی، ولی اگه اون اعتماد هی سعی بشه مختل بشه، من آدم خیلی حساسی میشم، آدمی نیستم که بگم اوکی باشه، آدمی نیستم که تحمل کنم مثلا این چیزها رو، من آدم به شدت حساسیم و چیز خوبی هم نیست حساسیت بیش از حد، اصلا چیز خوبی نیست، ولی خب یکی از اخلاقای بدنه که بر روش کار کنم درستش کنم. حالا من خیلی آدم صبوریم، یعنی کلا همیشه خیلی صبر میکنم، اگه مشکلی هم تو زندگیم باشه از طرف علیرضا تو زندگیمون، همیشه صبر میکنم. این صبر من باعث شده که مثلا تو زندگیمون مثلا حالا ادامه داشته باشه تا الان. بله چیز بعدی که بخوام من به نظرم تغییر کردم، یعنی صبور بودن، نه تو چیز بعدی صبور بودن که چیز خوبیه. آره من میگم، یعنی من برعکس حرف تو رو زدم، یعنی آره. تو زندگی اینطوری بودم خیلی خوبه. خودت اخلاقت بده، خودت فکر کنی بعد روش کار کنی. ایو وای چقدر تعریف میکنه، خیلی نایس، همه چی 10 از 10. من یکم مودی بودنم هم باید مثلا روش کار کنم، که اونم واقعا سعی میکنم روش کار کنم ولی میزنه بیرون از آره منتظری آره دیگه منتظر نافسه اخلاق بگو بسر اخلاق ببین به نظر من شاید این الان اینجوری اخلاق بد نباشه، ولی به نظرم یه مشکلی که من توی رابطه داشتم زیادی از خودم گذشتم بود. خب از خود گذشتی که بیش از حد، خب اصلا اشتباه، اصلا اشتباهه، ولی خب به نظرم تغییر کردم، الان سویچ شده رو چی؟ رو این که trust issues دارم، نمیتونم اصلا اعتماد کنم، خیلی بده این، الان خیلی بده، یعنی مثلا پرفکت ترین پسرم باشه من نمیدونم که چجوری به این آدم میگم. ببین کلا یه چیزی بگم، کلا وقتی که تو ساید افکت های رابطه قبلی رو همیشه میبینی توی رابطه بعدی، چون به هر حال مثلا فکر کن یه آدم مثلا کارهای بد کرده باشه، تو همیشه فکر می‌کنی آدم بد، یعنی اکثر آدم فکر کنه این آدمم پس این حواسم به این چیزا باشه، این داستانو من تجربه آره، کردم این خیلی بده، اصلا نمیتونی اصلا نباید این کارو بکنی، هر آدمی متفاوته، ولی خب به هر حال هر کی میگه نه اینجوری نیست، توی مغزش هست ساید افکت های رابطه قبلی، رفتار قبلی پیش میاد. دقیقا. ولی خب ببین اون آدم بعدیه با رفتاراش میتونه تو رو از این رو به اون رو کنه. دقیقا. خب ما باید بشینیم و ببینیم. بریم شاهزاده. ما نشستیم. شاهزاده.
شمایی که داره میاد چی ببینم چی کار میکنه دیگه. ولی فکرم خیلی حرف زدیم. آخه بقیهش بمونه واسه یه تصمیه بعدی. یه سوال کوچولو. آره بپرس. بدترین ربکا ناشناس یا پیام حالا تو یا تو تلگرام یا تو اینستا یا تو یوتیوب، بدترین چیزی که کامنت یا اون چیزی که خوندی و همیشه یادت مونده و خیلی اذیتت کرده رو میتونم هیچی یادم نمونده. خب یعنی چیزی نبوده که یادت نه بوده. فقط تنها چیزی که یادم بوده عکسای نودیه که میفرستن برای من. از کی؟ دخترا مخصوصا. آقا من واسه چی برام عکس لختتون میفرستین؟ تنها چیزایی که همیشه یادم میمونه، نه که مثلا یادم میمونه که اینا، مثلا هیچ وقت هیچ جمله ای از کسی یادم نیست که انقدر به همم ریخته باشه که الان یادم بیاد. مثلا میگم وای تو ناشناس اینو گفت، یادم میره. من کلا آدم فراموشکاری ام، یکی چیز بعدی میگه آدم کینه ای نیستم، ولی عکس لختتون هم یادمه. دختره میفرسته یه واسه پشت جستم یه تا ربکا ببین خب من چی کار میتونم بکنم؟ خواهره من میفرستم برای گی نکن. من واقعا میدونی چه کس نکنید این کارو، ببینید عکساتو پخش میشه، یعنی این کار واقعا. حالا ربکا دختره خوب، من که اون ناشناس حریم و گنجینه یا اسراره، ولی نه واسه کسی نفرسته. و بارها من دیدم توی ناشناس هم خیلی ها بهم زده بودن که سنشون کم بوده، زده بودن که من عکس مثلا لختمو برای دوست پسرم فرستادم، باهم دعوا شده تموم کردیم، الان داره با اون تهدیدم کنه. نکنید این کارو واقعا نکنید، برای خودتون دردسر و استرس و اعصاب خوردی نکنید. این کار خیلی مسخره است. یعنی اینکه چی مثلا تو عکس لختتو برای کسی بفرستی و پسرم سوء استفاده کنه؟ چون تو فرهنگ ما نیست همچین چیزی. سری اهرم فشار آره، اگه ببین حواست باشه به مهیالت کنی کل فامیل عکس لختت پخشه. شما چی خانم کوسک بچه این کامنت سوال یادش؟ ببین من به نظرم حالا دایرکتر عجیب غریب و مسیج مختلف داشتم، ولی یه چیزی شما خیلی هم عجیب نبود، ولی اصلا چی کرد؟ ببین اصلا چیز بدی نبود. یه تیک تاکی اومده بود مثلا 3 سال پیش، خب من موقع تازه داشتم توپل میشدم، بعد خیلی سخت بود، خیلی هی تیکه 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 صداش قطع میشد، دهنم سرریز شد درستش کنم. برگشتیم با یه بریک. سر چی ناراحت شدی؟ سر اینکه گفتی که زحمت کشیده بودی برای ویدیو. بابا 2 ساعت داشتم ویدیو رو درست میکردم تا آپلود کردم، کامنت هایی بود که چقدر شکم داره، چقدر چاق شدی، بعد یکیشو خیلی بد نوشته بود دیگه. از اونجا یادم مونده بود این قلب من شکر خیلی بده. خیلی چیزه بد، من کلا خیلی چیزه بدی، چقدر چاقی، چقدر زشتی، چقدر اینی، چقدر اونی. به خدا مردم خوشم تو خونه آینه دارن دیگه، از همه بهتر میدونن آدم چه تغییراتی توی بدنش ایجاد شده، الان چه شرایطیه. ولی نه اون لحظه اون خیلی خوش زحمت کشیده بودی، خیلی دهنم سرویس شده. بچه‌ها واقعا سعی کنید نقطه‌های قوت دوستاتون رو بولد کنید، نه نقطه های ضعفشون رو. بابا یا اصلا من خودم ببین نگه، مثلا تو خود یه چیزی توی اینستاگرام یعنی حال نمی کنی، نمیری کامنت بذاری. مثلا باور میشه تا حالا تو زندگی به جز دوستام قلب و بوست کامنت نرفتم؟ من کلم برای هیچ کس تا حالا کامنت بد نزاشت. نه اصلا بد چیه، من حتی هیچ کامنتی نرفتم نظرم حتی بسید کلم کامنتی نیستم، برای دوستام حالا یه قلبی. اون سری ربکا یه دونه چیز گذاشته بود، عکس گذاشته با همین تفنگ ریل داره گذاشته بودی، مثلا دیگه خیلی ترکوندم گفتم فکر کنم زنده شدم، اکبر تکتیر. آره ولی وقتی هممون بدونیم که مردم تو خونهشون آینه وجود داره و کامل میبینن چه خبره، نیازی نیست ما بگم تکرار کنیم، چون واقعا آدم ها ناراحت میشن. آره. اینقدر آدم ها رو ناراحت نکنید، قلب آدم ها رو نشون نکنید. خب بچه ها از اونجایی که ما خیلی حرف واسه گفتن داریم، یه اسرونه دیگه هم میگیریم با هم دیگه. حتما اسرونه چون خیلی هم خوش میگذره، گفت و گفت و گوه میخوریم حرف میزنیم خوش میگذره. خیلی دوستتون دارم، مرسی که حمایت میکنید، مرسی از کامنتاتون، مرسی از همه چیتون، دوستتون دارم. تا از سرونه بره به کاهی بعدی، بدرود. شما رو به خدای امید میسپارم.